برنامه‌ای که مشاهده می‌کنید توسط سازمان ایلام تهیه شده و مسئولیت تمامی محتوای آن به عهده این مؤسسه می‌باشد. احساس می‌کردم که دیگه عیسی مسیح مرا لمس کرده و من شفای خودم رو از عیسی مسیح گرفتم. یک بار دیگه با برنامه جدیدی از شفای شکست دلان در خدمتتون هستیم. در برنامه امروز شهادت و زندگی خانمی رو با هم خواهیم شنید که زندگی ایشون در مریضی و مخصوصا در سرطان بود، ولی خداوند عیسی مسیح زندگی ایشون رو کاملا دگرگون میکنه و شفای کامل به ایشون میبخشه. بله عزیزان، اگر مایل هستید که ببینید خداوند عیسی مسیح چطور شفای خودش رو در زندگی این شخص آشکار میکنه، در این برنامه با ما همراه باشید. من توی خانواده مذهبی به دنیا آمدم. پدرم فوق‌العاده مذهبی بود و هر روز با صدای عبادت‌های پدرم از خواب بیدار می شدم، ولی خب صحبت از ایمان بود ولی عمل نبود و مشکل زیاد بود و ما سعی می کردیم که خب در کنار پدر و مادر آرامش داشته باشیم، ولی آرامشی که در رابطه با ایمان بود هرگز وجود نداشت. در نوجوانی سن 15 سالگی ازدواج کردم. 16 سالگی اولین بچه‌مو حامله بودم. به دلایلی بچه‌م داشت از بین می‌رفت، بستری شدم یه بیمارستانی که پشت بیمارستان یک کلیسا وجود داشت. رئیس بیمارستان کسی بود که مسیحی بود، اومد با من صحبت کرد و از من خواست که می‌خوای که بچت رو نگه داری، میخوای با هم دعا کنیم؟ و من خیلی خوشحال شدم، گفتم هر کاری حاضرم انجام بدم. دکتر سیمی را به کلیسا منتقل میکند و در کلیسا عده مسیحی برای او دعا میکنند و به طور معجزه‌آسای او شفا مییابد و بچه نیز سالم به دنیا میآید و سیمی بعد از آن شفا صاحب فرزندان دیگری نیز میشود. تا اینکه همینطور ادامه داشت تا سال 85. در سال 85 من فروردین 85 بیماری گرفتم که تمام دکترایی که توی شهرمون بودن، من به این دکترها مراجعه کردم، آزمایش‌های مختلف، اندوسکوپی، کولونوسکوپی، عکس‌های مختلف از ناحیه شکم، ولی متأسفانه هیچ نتیجه‌ای نداد. آخرین دکتری که رفتم، این دکتر که با من صحبت داشت گفت من اینو فقط میتونم بهت بگم که یه دردایی هست که ناشناخته است. و من چون به تازگی داییم سرطان گرفته بود، از دنیا رفته بود، تصور منم دیگه این شد که کانسر هست. و بعد از آزمایشات مختلف پزشکی، دکترها به سیمین گفتند که او سرطان دارد و سرطانش بدخیم است و خیلی پیشرفت کرده و تمام بدن او را گرفته و از نظر پزشکی دیگر نمیتوانند برای او کاری کنند. اومدم، درست ظاهرا نشون نمیدادم، نمیخواستم ضعف داشته باشم، ولی در تنهایی خودم شب که میشد به بچه‌هام نگاه میکردم، به پسرم، به دخترم، خیلی ناراحت بودم. خیلی فکر میکردم که چرا باید یه همچه اتفاق میافته، چرا باید یه همچین جوری بشه. در همین گیرودار بود که دخترم از کانادا یه دعوتنامه برای من فرستاد و من تصمیم گرفتم که برای آخرین بار برم نوامو ببینم. سیمین عازم کانادا میشود تا خانواده دخترش را برای بار آخر ببیند. خب خیلی خوشحال بودم بچه‌هامو میبینم و سعی میکردم این مدت که اونجا هستم، چون من دیگه جوابم گرفته بودم و میدونستم هیچ کسی غیر از خدا نمیتونه برای من کاری انجام بده و آمادگیشو داشتم، میگفتم این ایامی که اینجا هستم
با نوام خوش باشم، بیرون ببرمشون، بیشتر لذت رو ببرم، در کنارشون باشم. و این مدت که اونجا بودم دخترم آزمایشا رو آورد، دکتر رفتیم، همون روال طی شد و جواب همون بود و جواب دکترای کانادا هم همون بود. درست که دوستم نداشتم بی اونجا دکتر برم، چون واقعا دیگه نتیجه رو گرفته بودم. در یکی از روزهایی که سیمی نوه‌اش را به پارک برده بود، با خانم ایرانی مسیحی آشنا می شود به نام خواهر اختر. وقتی او از بیماری سیمی آگاه می شود، به او می گوید که برای شفای او حتما دعا می کند. فردا عصر بود، به من زنگ زد، گفت خواهر سیمی، من توی کلیسا هم خودم هم بقیه ایماندارا برای تو دعا کرد. بعد از من خواست که روز چهارشنبه جلسه دعایی هست توی خونه‌شون برم و من چهارشنبه همراه دامادم منزلشون رفتم. چند تا ایرانی بودن، چند تا انگلیسی بودن، نشستیم دعا کردیم و یه حالت روحانی خیلی خاصی به من دست داد. بعد از آن سیمین به جلسات کلیسایی می رفت و همه مسیحیان با اتحاد برای شفای او دعا می کردن. یک شب در دعا خداوند به طور خاص سیمین را لمس می کند. وقتی که از دعا برگشتم به دخترم گفتم یه احساس خاصی دارم امشب، نمی دونم ماما، شاید امشب شبیه است که من اینجا در کنار تو جون بدم. چون دیگه خیلی ناتوان بودم، منی که 68 کیلو وزنم بود شده بودم 45 کیلو. اونجا دخترم منو بغل کرد، گفت مامان این حرف رو نزن، خواهش میکنم از تو. گفتم مامان واقعا امشب احساس خاصی دارم، نمیدونم چرا. رفتم تو اتاقم، دراز کشیدم اونجا و کتابو میخوندم، کتاب انجیلو میخوندم، از عیسی مسیح خواستم اون شب. گفتم از تو میخوام، نه تنها به خاطر خودم، به خاطر بچه هم، اگر کوچکترین ارزشی دارم برای تو، اگر وجود من برای تو هم مهم هست، خودتو به من نشون بده. و خیلی دعا کردم، خیلی با عیسی مسیح حرف زدم و خوابیدم. سیمین در خواب عیسی مسیح را ملاقات می کند و خداوند او را برکتی خاص می بخشد. صبح که بیدار شدم زنگ زدم به خواهر اختر، گفتم خواهر اختر من همچین خوابی دیدم. گفت من مطمئنم، من به تو میگم که تو شفا گرفتی. تایم کاری دخترم بود، زنگ زدم بهش، گفتم که مادر من همچین خوابی رو دیشب دیدم و یه حال بسیار خوبی دارم. منی که اصلا از خواب بیدار می شدم، صبحونه نمیتونستم بخورم، شیر، حتی من نصف لیوان شیر، یک قطره شیر از گلوم می رفت پایین، اصلا تحت هیچ شرایطی نمیتونستم بخورم. ولی اون روز با نوه‌ام صبحونه خوردیم، شیر خوردم. خداوندا من منتظرم که الان درد شروع بشه، منو اذیت کنه، ولی نه، هیچ دردی نبود و احساس میکردم که دیگه عیسی مسیح من رو لمس کرده و من شفای خودم رو از عیسی مسیح گرفتم. و از اون لحظه بود که دیگه به ایران زنگ زدم و باز تب کردم تا یک شنبه کلیسا رفتم و اونجا شهادتم رو دادم و گفتم که من همچین حالتی داشتم، چون میخواستم چند روز بگذره ببینم آیا درد سراغ من بیاد. ولی واقعا این درد یه دفعه از من برداشته شد. اینکه بعضی‌ها میگن درد یواش یواش، ولی من واقعا اون شب شفای کامل رو گرفتم. بعد از جریان که دیگه احساس کردم خوب شدم، دیگه مرتب انجیلو میخوندم و هر لحظه به لحظه احساس میکردم که به عیسی مسیح نزدیک میشم و بیشتر منو لمس میکنه. گرمی بدنم احساس خاصی داشتم. سیمین توبه میکند و زندگیش را به عیسی مسیح خداوند تقدیم مینماید. چند روز بعدش به ایران برگشتم و خوشحالی بچه هام، همسرم، خانوادم، همه دیگه مشخص بود کاملا و من خیلی عوض شده بودم. منی که وزنم 68 کیلو 45 کیلو تیه این مدتی که شفا رو گرفتم، تونستم غذا بخورم، خیلی از نظر قیافه همه چیز عوض شده بودم. برگشتم اومدم ایران. در دعاها و مشارکت با دیگر مسیحیان متوجه می شود که باید شهادت شفای خود را برای جلال نام عیسی مسیح به دیگران بگوید. اینو فهمیدم که باید یک بار دیگه کسانی، دکترایی که منو مایوس کرده بودن، دکترایی که به من حق داشتن، آزمایش های منو می دیدن، مسائل منو می دیدن، دلم می خواست
به اونا بزرگی و شفایی رو که عیسی مسیح به من داده و ایمانی رو که به عیسی مسیح آوردم اینو نشون بدم، قدرت شفای عیسی مسیح رو بگم. مجددا نزد دکترام رفتم، آزمایش‌های مختلف انجام دادن و زمانی که آخرین دکتری که بردم، اصلا وقتی که اینو دید، وقتی که منو دید، قیافه منو دید، اصلا باورشون نمیشد. باورش و من به اونا گفتم که من توی کانادا دکتر فاسقی بود که هر کسی که بخواد، هر کسی که بخواد میتونه قلبشو بسپاره و شفا بگیره، همینطور که من گرفتم. من از من پرسیدن این دکتر کی بوده، میشه اسمشو به من بگی؟ و من با افتخار و با سربلندی گفتم عیسی مسیح. من قلبمو به عیسی مسیح سپردم و شفامو از عیسی مسیح گرفتم. سیمین شهادت شفای خود را به گوش بسیاری از مردم رساند و بسیاری از مردمی که او را می شناختند و از مریضی او آگاهی داشتند به عیسی مسیح شفا دهنده ایمان آوردند و قلبشان را به خداوند سپردند. کارایی که عیسی مسیح برای من کرد نه تنها شفای جسمی من بود، شفای روح منم بود. منی که در طی این مدت خیلی بد اخلاق بودم، خیلی ستیزجو بودم و به جرئت میتونم بگم با یک کوچکترین چیزی از گوره در میرفتم، منی که کینه افراد رو به دلم میگرفتم، منی که از بچگی اگر یک کسی یک اخمی هم به من کرده بود همیشه توی ذهنم داشتم، ولی باور کنید که تمام اینا از من برداشته شده بود و من متشکرم ازش برای نجاتش، برای فیضش، برای شفا و برای انسجام خانواده‌ام. من متشکرم از عیسی مسیح و میخوام که همه اونایی که عیسی مسیح رو نمیشناسن تعمق کنن، فکر کنن در موردش و ایمان بیارن، بفهمن، درک کنن، چون عیسی مسیح تنها راه نجات هست. دوستان عزیز، با هم زندگی خانم سیمین رو دیدیم و خدا رو شکر که خدا زندگی او رو شفا داد، عیسی مسیح وارد زندگی او شد و تمام دردها و مرضهای او رو برداشت. متاسفانه چقدر از مردم هستن که به خاطر مریضی ها و در واقع اون مریضی های ناعلاجی که دارن که حتی دکترها رد کردن، چقدر ناامید میشن و به خاطر اون افسردگی و اون ناامیدی متاسفانه زودتر از این دنیا رفتن، ولی خدا رو شکر که خدای ما امید بخشه، خدای ما شفا بخشه و خدا میتونه زندگی مردم رو مثل زندگی خانم سیمین تغییر بده. خدا رو شکر که ما خداوند شفا دهنده ای داریم، چون خودش در کتاب مقدس این وعده رو داده، من یهوه شفا دهنده هستم. چقدر عالیه، چقدر آدم دلش پر از آرامش میشه وقتی که میبینی که خداوند این وعده زیبا رو داده که قادره که شفا بده، قادره که تمامی بیماری ها رو شفا ببخشه بر طبق اراده نیکوی خودش. اگر عیسی مسیح در اون زمان خودش اون لنگان رو خرامان ساخت، اون کوران رو بینا کرد، اونهایی که جزام داشتن شفا داد، همون عیسی مسیح دقیقاً امروز هم قادره که این شفا رو در زندگی شما عزیزان آشکار بکنه و این شفا رو به زندگی شما عزیزان بده، به اون کسایی که بیمار هستن این شفا رو عطا بکنه. خدا رو شکر من یک چیزی یادم افتاد میخواستم بگم. من نوجوان بودم و یکی از اقوام ما یک بیماری پوستی پیدا کرده بود روی دستش، خیلی وحشتناک، و منم تو همون زمان پام خیلی خیلی میخچه زده بود، شاید بگم یکی از پاهام 50 تا 40 تا به این حد که دکترها حتی گفتونم باید یه لایه کاملا برداشته بشه، چون ورزش اون موقع زیاد میکردم، شاید کفشم مناسب نبود، نمیدونم. ولی میخوام اینو بگم که من با یکی از آشناهاینمون رفتیم و برای این شخص دعا کردیم. خب من اون موقع خیلی کوچیک بودم، یعنی برای اون شخصی که بیماری پوستی داشت. بله بله، در واقع من در کنار اون شخصی بودم که براشون دعا میشد و فردا صبح که خواب بلند شدم، برای من دعا نشده بود ولی من با ایمان داشتم برای اون شخص دعا میکردم و در دعا متحد بودم. فردا صبح که بلند شدم، هم یه دفعه نگاه پام کردم یک دونه از اون میخچه هام نیست و خیلی برای من خودم یه تجربه خیلی عمیقی بود که
وقتی که واقعا ما در دعا، وقتی که ایمان داریم برای شفا، خداوند اون شفا رو میده. آمین. ولی بر طبق اراده خودش، بازم باید اراده خداوند رو در شفا هم طلبیم. دقیقا همینطوره، چون که حضور خدا شفا بخشه، حضور خدا دردها و نگرانی ها و مریضی ها رو بر میداره و خدا رو شکر که خداوند میتونه زندگی مردم رو از دردها، از ناراحتی ها، از غم ها، از گناهان واقعا آزاد کنه و شفا ببخشه. بله خدا رو شکر. عزیزان که دارید این برنامه نگاه میکنید، امروز ممکنه که روز نجات و روز شفا برای شما عزیزان بشه. اراده خداوند اینه که شما عزیزان نجات پیدا بکنید و وارد ملکوت اون بشید، وارد پادشاهی خداوند بشید. اگر بیماری دارید، اگر دردی دارید که دکترها شما رو ناامید کردن، بدونید که عیسی مسیح شفا دهنده در قلبتون ایستاده و میکوبه. در قلبتون رو به روی عیسی مسیح باز بکنید، اون وارد میشه و بر طبق اراده خودش بیماری شما رو شفا میبخشه، چون که خداوند شفا دهنده است و این وعده رو داده و ما ایمان داریم، چون خداوند ما خداوند ناراستی نیست، خداوندی که در راستیه. آمین. پس هیچ دروغی در اون نیست، پس ما وعده های اون رو با ایمان قبول میکنیم و بر طبق اون خدا رو شکر میکنیم که این وعده های زیبا رو به تک تک ما بخشیده و هم مخصوص هم به شما که امروز میخواین در قلبتون رو به روی عیسی مسیح باز بکنید. شاید این یک هدیه ای باشه از طرف خداوند امروز برای شما که این شفا رو توی زندگی شما و توی زندگی عزیزانی که درد و رنج دارن و نزدیکانتون هستن، این هدیه خداوند رو امروز بپذیرید و با ایمان شفای اون رو توی زندگیتون اعلام بکنید. آمین. خدا رو شکر. من الان یه قسمتی از کلام خدا هست که میخوام این قسمت رو بخونم که مربوط میشه به موضوعی که ما داریم صحبت میکنیم، که در اول یوحنا باب 5 از آیات 14 و 15 رو من قرائت میکنم خدمتتون. این است اطمینانی که در حضور او داریم که هرگاه چیزی بر طبق اراده وی درخواست کنیم، ما را میشنود. و اگر میدانیم که هر آنچه از او درخواست کنیم ما را میشنود، پس اطمینان داریم که آنچه از او درخواست کرده ایم دریافت خواهیم کرد. خداوند واقعا خدای نیکی هست و تمام نیکی ها رو به ما میبخشه، چون که خداوند ما رو دوست داره. از آن الان فرصتی هست که ما با دیگر دوستان گفتگو داشتیم و میخواییم که به گفتگو این از آن گوش کنیم و بعد از اون در خدمتتون هستیم که میخواییم برای شما دعا کنیم و اگر بیماری دارید به حضور خداوند، خداوندی که شفا دهنده هست، عیسی مسیح که قادره که هر نوع بیماری رو شفا بده، به حضور او بیاریم بیماری ها رو و از او درخواست شفا کنیم. پس با ما همراه باشید تا بعد از این قسمت. دنیا هم تو که کلام خدا میگه در گناه، ریشه گناه تو بیماری داره، همه جور رنج و استرابو داره، بیماری هم یکی از اوناست. بیماری و علاج زیاده. خب بعضی موقع میشه گفت که گناه باعث خیلی از تباهی ها شده که بیماری هم جزی از اون تباهی هست، ولی فکر میکنم امید اینه که هر بیماری هم که ناعلاج هم باشه، خدا قادره که اون رو شفا بده. همون که این آخر کار نیست، این پایان نیست این بیماری، بلکه این بیماری میتونه جای خودش رو به شفا و سلامتی بده و این امید رو بهشون بدیم که خدا قادر هست به انجام این کار. دعا کنه برای اون اشخاص، ولی غیر از این، اینکه بری پیششون، نذارین که اون تنها بمونه و بری دور ورشون بهشون سر بزنی، بهشون بگیم که کنترل همه چیز دست خداست، خدایی که ناظر بر همه چیه، خدایی که قادر بر همه چیز هست، هر اتفاق بیفته از کنترل خدا خارج نیست. خداوند شفا رو میخواد، همطور که کلام خدا میگه عیسی مسیح روی صلیب زخم خورد برای شفای ما. خدای ما خدای شفا و سلامتیه، خدای ضعف و بیماری نیست. پس در نتیجه میتونیم هر بیماری رو واقعا به حضور خدا بیاریم و با ایمان بخوایم که او شفا بده. پولس رسول هم خاری در بدنش بود که خداوند شفا نداد. باید اعتماد کنی به نقشه های خدا، اون چیزی که در اراده و کنترل خدا هست. بعضی موقع بیماری ها
خدا میخواد شخص رو ببره و ما نمیدونیم چرا، دلیلش اونو خداوند میدونه. خداوند عادل هست و همه چیز در دست اون هست و ما باید امید داشته باشیم و ایمان داشته باشیم که اراده اون همیشه پیش میاد و اینکه شفا ندادنم به خاطر اینکه خداوند یه نقشه دیگه داره برای اون شخص یا برای خانوادش. دوستان عزیز، با هم نظر دیگر عزیزان رو شنیدیم و بله، همینطور که دیگر دوستان میگفتن، واقعا اراده خدا بهترینه برای تک تک ما و خیلی از مردم که در مریضی هستن دعا میکنن و شفا رو از خداوند میگیرن، ولی واقعا مهمتر از حتی شفای جسم، شفای روح هست، آزادی از تمام اون اسارتها، آزادی از تمام اون بندهایی که سالهای سال انسان رو اسیر کرده و چقدر عالیه که انسان در اون شفای الهی قرار بگیره و بدونه که واقعا با خدای زنده در رابطه هست. بله، خدا رو شکر، خداوند ما خداوند شفا دهنده و خداوندی هستش که وقتی که اراده اون رو توی زندگیمون بطلبیم، بر طبق اراده خود خداوند هست که شفا میده. ما باید برای بیماران دعا بکنیم، ما باید برای کسی که احتیاج به دعا داره و احتیاج به شفا داره باید با ایمان دعا بکنیم، ولی بالاخره ما دعامون رو تو دستای خداوند میذاریم و میگیم بالاخره اراده نیکوی تو میخوام که اجرا بشه برای این شخص. شاید اراده خداوند برای بعضی از افراد به طور کامل اون شفای جسمی که ما در نظر داریم نباشه. شفا از دیدگاه خداوند ممکنه که یه شفای عمیق درونی باشه که از نظر روحی اون شخص کاملا شفا پیدا بکنه. من بارها گفتم که بهترین معجزه، وقتی که نگاه میکنم به افراد و میخوام که به یاد بیارم معجزات خداوند رو، به زندگی افراد نگاه میکنم، به تبدیل هایی که اون افراد توی زندگیشون شده. درسته یک نفر وقتی که بیماری داشته شفا پیدا کرده، چقدر باعث میشه که ما خدا رو شکر بکنیم که همچین خدای قادر مطلقی داریم، ولی وقتی یک نفر اصیل مواد مخدر بوده و دیگه زندگیش کاملا تو اون آخر اون چاه بوده، وقتی میبینیم که خداوند چقدر این شخص رو نجات داده، شفا داده و الان اون شخص داره با قدرت، با اون مس خداوند بقیه عزیزان رو خدمت میکنه، عزیزانی که تو شرایط قبلا اون بودن، چقدر باعث خوشحالی و شکرگزاری ما هست. پس شفا هم میتونه به این معنا باشه. دقیقا. ولی بازم پیغام خداوند اینه برای همین بیماران که من یهوه شفا دهنده هستم. آمین. منم قسمتی آیه از کلام خدا هست، این قسمت رو قرائت میکنم خدمت دوستان. از یعقوب میخونم، باب 5 آیات 14 و 15. اگر کسی از شما بیمار باشد، مشایخ کلیسا را فرا خواند و آنها برایش دعا کنند و به نام خداوند او را با روغن تطهین نمایند. دعای با ایمان بیمار را شفا میبخشد و خداوند او را برمیخیزاند و اگر گناهی کرده باشد آمرزیده میشود. خب ما به هر حال توی دنیای زندگی میکنیم که این دنیا پر از گناهه و به خاطر گناه جسم انسان مریض میشه. حتی مسیحی‌ها، ایماندارای خیلی خیلی خوب مریض میشن و وقتی که به حضور خدا در واقع برای اونها دعا میشه یا خودشون دعا میکنن، بعضی از اونها همینطور که شما فرمودید شفا از نظر جسمی حتی میابن و بعضی از اونها نزد خداوند میرن. ولی در هر صورت ما میدونیم که اراده خدا برای انسان بهترینه. فقط یه نکته ای رو میخواستم بگم که این بیماری ها و این درد هایی که توی زندگی ما هست، باید یادمون نره که خداوند این چیزها رو برای ما انسان ها نخواسته. خداوند نخواسته که این بیماری ها و این لعنت وارد زندگیمون بشه. بلکه از اون موقعی که اون گناه وارد زندگی بشر شد، موقعی که در واقع در زمان آدم و حوا این لعنت اومد توی زندگی ما انسان ها و عزیزان، هیچ وقت نگید که خدا خواست که من این بیماری رو پیدا بکنم، یا اینکه بعضیا میگن خدا همه چی رو تو پیشونی ما نوشته، اینم خواست خدا بوده. نه، خواست خدا من این چیزهای بد برای ما نیست، این لعنت ها نیست. این لعنت به خاطر گناه وارد زندگیمون شده و فقط خود خداوند عیسی مسیح میتونه این لعنت رو از زندگی ما بیرون ببره. آمین. پس الان فرصتی هست که میخوایم با شما عزیزان دعا کنیم. هرچند این دعا کوتاهه، ولی ما ایمان داریم که خداوند میشنوه. پس سرهای خودمون رو خم میکنیم و در حضور خداوند دعا میکنیم.
پدر آسمانی، من برای این دوستان عزیزی که الان در این برنامه با ما شریک هستن دعا میکنم در نام قدوس عیسی مسیح. خداوند، اگر هر مریضی که دارن، تو ای عیسی مسیح دستت رو بر اون قسمتی که این عزیزان مریضی دارن، ناراحتی دارن، بگذار و شفای کامل تو خداوند بر زندگی این عزیزان بیاد، و نه فقط شفای جسم ای خداوند، بلکه دعا میکنم به نام قدوس تو ای عیسی مسیح، امروز تو وارد قلب این دوستان عزیز بشی و زندگی اونها رو دگرگون کنی. تو رو شکر میکنم که خداوند تو بر روی صلیب جان خودتو فدا کردی تا خداوند ما از تمام گناهانمون آزاد بشیم و شفای خداوند آسمانی رو خداوند تو به زندگی ما چه از نظر روحی چه از نظر جسمی بخشیده ای. در نام پر جلال قدوس تو عیسی مسیح دعا کردم به حضور پدر آسمانی، آمین. بله ای خداوند شفا دهنده، منم دعا میکنم برای افرادی که خداوند همین الان نشستن و با ایمان خداوند بیماری خودشون رو، بیماری عزیزانشون رو ای خداوند به حضور مقدس تو بلند کردن و ایمان دارن که تو خداوند شفا دهنده هستی. ای خداوند به نام عیسی مسیح میطلبم وارد زندگی این عزیزان بشی ای خداوند، و شفای خودت رو در زندگی این عزیزان و در زندگی افرادی که بیماری های ناعلاج دارن ای خداوند و ناامید هستن ای خداوند، تو شفای خودت رو جاری بکنی و ناامیدی اونها رو خداوند به امید تبدیل بکنی، غم اونها رو به شادی تبدیل بکنی ای خداوند. تو رو شکر میکنم و با شکرگزاری و با ایمان دعامو به حضور مقدس تو بلند میکنم به نام عیسی مسیح، آمین. آمین. شکر. دوستان عزیز که ما با هم دعا کردیم، ما ایمان داریم که عیسی مسیح دعای ما رو شنیده، دعای شما عزیزان رو شنیده و کارهای بزرگی در زندگی شما انجام خواهد شد، معجزات در زندگی شما انجام خواهد شد، و ما دوست داریم بشنویم که چه اتفاقی توی زندگی شما انجام میشه. پس به ما هم خوشحال میشیم که خبر بدید. بله عزیزان، واقعا جا داره که اینجا از شما تشکر بکنم، از همه شما دوستانی که با ما با تلفن در تماسید و برای ما ایمیل میفرستید. اگر شهادتی دارید، اگر میخواییم برای شما دعا بشه برای شفای شما، باز هم شما رو تشویق میکنم که با شماره تلفن 2044-1483-410-933 با ما در ارتباط باشید و با آدرس ایمیل tv@kalame.com میتونید برای ما ایمیل بفرستید، و سری برنامه های ما رو میتونید تو سایت kalame.com ببینید و تو یوتیوب و فیسبوک. پس عزیزان فراموش نکنید که عیسی مسیح شما رو دوست داره و آغوش پرمهر و محبتش به سوی شما بازه. شما رو به دستان پرمهر و محبت عیسی مسیح میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتون باشه. خدا نگهدارتون.